قسمت بعدی کیبورده که یک دو تا نکته خیلی مهم داره. اوتو کپیتالایزیشن خیلی مهم نیست، چون چیزایی که تایپ میکنین و اولین حرفش رو بزرگ میزنه. حالا آن آف بودنش فکر میکنم خیلی مهم باشه، ولی پایینی که اوتو کرکشنه میتونه حسابی اذیتتون بکنه اگه فارگیلیسی کار میکنین. یعنی اگه اسمس هایی که به هم میزنین فارگیلیسیه، این قشنگ میتونه حسابی استهلاک اعصابتون رو بالا ببره. من اینو آنش میکنم الان تا ببینین شما که چه اتفاقی میفته. مثلا من میام اینجا میزنم، الان کجایی؟ میبینید شما به محض اینکه هر کلمه رو میزنین خودش میاد، اسپیس هم شما بزنین عوضش میکنه. بعد هی بعد بیاین اینجا پاکش کنین و خلاصه یک کلمه دیگه میزنه. حالا دوباره اگه اسپیس رو بزنین اون یکی میشه. خیلی بعد اینجوری آروم تایپ بکنین و واقعا اذیتتون میکنه اگر میگم از این تکنیک فارگیلیسی استفاده میکنین. یه چیز دیگه ای داره که الان اونجا با هم میبینیم، اونم این دوبار زدن اسپیسه. اگر شما آخری کلمه ای که رسیدین دوبار اسپیس رو بزنین، خودش یه نقطه واسه تون میذاره و یه اسپیس هم بعدش میندازه، که این در واقع همینه. اگر رو دوست داشتین اینو میتونین آن بذارین، اگه نخواستین میتونین آفش بکنین. من این اوتو کرکشن رو اول آف میکنم که اعصابم یه ذره راحت بشه. این انیبل کپس لاک هم که شما میبینین مال زمانیه که میخواین مثلا فرض کنین از کپس لاک استفاده کنین. به طور مثال ممکنه من بزنم پیتر گوز مالا یا هر چی تو مثلا ورک. حالا ممکنه بخوام یه چیزی رو از الان بعد کپس لاک بزنم، یعنی همه حروفم هم بزرگ باشه، بعد شیفت رو بزنم مثلا پی دوباره ای دوباره تی. ولی ممکنه شما بگین که خب این خیلی عذاب‌آوره. شما اگه روی این دابل کلیک بکنین دیگه کلن کپس لاک میمونه. پیتر اگه درست بتونم تایپش بکنم، گوز حالا هرچی که شما دوست داشتین، یه تک کلیک هم دور برش میگردن به حالت عادی. ولی این قضیه اگر اینجا اینو آف بکنین دیگه اتفاق نمیفته، یعنی هیچ وقت اون دیگه به کپس لاک تبدیل نمیشه. این اینترنشنال کیبوردی هم که اینجا دارین، قبلا صحبت کردیم در موردش، این کیبوردهایی که شما دارین که الان مثلا مال من اینجا انگلیسی و عربی که به خاطر اینکه فارسی هم من تایپ میکنم باهاش، اینا رو الان اینجا اضافه کردم.